درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. راینر هرمان، سردبیر روزنامه سیاسی آلمانی فرانکفورتر آلگماینه که به پیشبینی‌های درستش در مورد اوضاع سیاسی خاورمیانه مشهور است، در مورد انقلاب مردمی ایران اظهار نظر کرده است. او از آنجایی مشهور شده است که 5 سال قبل از بهار عربی انقلاب در تونس و مصر را پیشبینی کرده بود و حالا گفته است که اپوزیسیون ایرانی آنجایی ضربه می‌خورد که نتواند متحد شود و این همان چیزی است که دقیقاً رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد. وی گفته است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و تاریخی سرزمین ایران، سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی در این کشور هر کدام قصد دارند به نوعی بر دیگر نظرات غالب شوند. این در حالی است که همزمان تمامی ایرانیان حسی از وطن پرستی و اتحاد نیز دارند، اما اینکه این حس وطن پرستی و اتحاد بتواند به آن حس دیگر تفرق اجتماعی غالب شود، آن لحظه حیاتی آزادی ملت ایران از چنگال آخوندها است. وی گفته است که مطمئن است در 5 سال آینده بالاخره رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، اما هر چقدر این اتفاق زودتر بیفتد، خسارات و لطمات به مردم ایران کمتر خواهد بود. وی در گزارشی که در روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه منتشر شده است و کیهان لندن آن را ترجمه کرده است، گفته است که تاکنون تنها اتحادی که در میان اپوزیسیون ایرانی شکل گرفته است این است که میگویند ولیعهد رهبر انقلاب ماست، اما متاسفانه به دلیل حملات سایبری رژیم جمهوری اسلامی و نفوذهای این رژیم در میان اپوزیسیون، اتحاد ایرانیان به محوریت شاهزاده رضا پهلوی تاکنون آنطور که باید مستحکم نشده است. او گفته است که یکی از اقدامات سایبری رژیم جمهوری اسلامی این است که در میان اپوزیسیون ایرانی بر سر توافق بر هر شخص خاصی تفرقه بیندازد. حالا فرق نمی کند این شخص می خواهد شاهزاده ایرانی باشد، حامد اسماعیلیون باشد یا مسیح علی نژاد. این روزنامه با اشاره به کمپین گردآوری امضا در اینترنت اشاره کرده که بیش از 300 هزار نفر اعلام کردند که پسر شاه سخنگویی و نمایندگی اپوزیسیون ایران را بر عهده بگیرد. اما مخالفان پادشاهی منتقد این حرکت هستند و این در حالی است که شاهزاده ایرانی میگوید که به هیچ وجه قصد پادشاهی ندارد و آینده ایران را خود مردم ایران انتخاب خواهند کرد. سردبیر سیاسی فرانکفورتر ادامه می‌دهد که موافقت با رضا پهلوی برای بر عهده گرفتن رهبری اپوزیسیون در جامعه مهاجران ایرانی اما گسترش یافته است و در مدت کوتاهی بیش از 300 هزار تن یک کارزار اینترنتی را مبنی بر دادن وکالت سیاسی به وی در دوران انتقالی تا رسیدن به برگزاری رفراندوم درباره آینده ایران امضا کردند تا به نام اپوزیسیون صحبت کند. در میان موافقان این کارزار شماری از افراد شاخص مخالف جمهوری اسلامی را می تواندید، از جمله خوانندگان و بازیگران و همچنین اسطوره فوتبال علی کریمی. فعالان دیگر مانند حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان، اما هنوز چیزی نگفتند. راینر هرمان ادامه می‌دهد که اپوزیسیون ایرانی از آغاز موج جدید اعتراضات در 26 سپتامبر با یک صدا سخن نگفته است و این همان چیزی است که تاکنون منجر شده است که جمهوری اسلامی بتواند دوام بیاورد. دوشنبه هفته گذشته رضا پهلوی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی من و تو در پاسخ به این پرسش که چرا رهبری این حرکت را بر عهده نمیگیرد، گفت از نظر وی این موضوع بستگی به داشتن مشروعیت و تایید اعتماد از سوی مردم دارد تا بتوان از سوی اپوزیسیون صحبت کرد. این روزنامه سپس به نقل از شاهزاده رضا پهلوی می نویسد در این صورت می توان با دیگر افراد شاخص در سطح بین المللی قوی تر و مصمم‌تر به عنوان نمایندگی مخالفان جمهوری اسلامی مراوده داشت. در انقلاب اخیر ایران با سرکوب وحشیانه توسط جمهوری اسلامی تا کنون بیش از 500 تن کشته شدند و در تظاهرات روزهای گذشته در تهران و یا همچنین زاهدان و ایزه شعارهایی مانند وکالت می‌دهم به شاهزاده رضا پهلوی
و شاهزاده رهبر انقلاب ماست سر داده شده است. در این میان آنان که ضد پادشاهی هستند اما از این روند انتقاد می کنند. عبدالله مهتدی از حزب کومله کردستان ایران نوشته است که درخواست کرده که به جای تمرکز روی شاهزاده یک جبهه وسیع در برابر جمهوری اسلامی شکل بگیرد. برخی دیگر انتقاد می کنند که این کارزار به کیش شخصیت دامن می زند که به حکومت فردی منجر شده و برخلاف روح همبستگی همه مخالفان جمهوری اسلامی است. فرانکفورتر در پایان گزارش خود می نویسد که رضا پهلوی روز شنبه اما به این نگرانی ها واکنش داد و در توییتر نوشت که وی فقط 3 اصل را به رسمیت می شناسد و برای همانها مبارزه می کند و پادشاهی جزئی از آن اصل نیست. تمامیت ارضی، دموکراسی سکولار بر اساس حقوق بشر و همچنین برای این حق تصمیم گرفتن مردم برای نظام سیاسی آینده در یک انتخابات آزاد. وی تأکید کرده است که خودش همواره از احیای سلطنت در ایران صرف نظر کرده است و یک نظام دموکراتیک را ترجیح می دهد و حتی بارها طرفداران دو آتشه سلطنت و پادشاهی را سرزنش کرده است و گفته است که چیزی را از او نخواهند که او خودش با انجام آن موافق نیست. به اعتقاد شاهزاده رضا پهلوی، سلطنت و پادشاهی تنها در صورتی میتواند الگوی خوبی در ایران باشد که با خواست تمام مردم ایران در یک رفراندوم آزاد تصویب شده باشد. شاهزاده رضا پهلوی از سالها پیش در گفتگوها و پیامها و سخنرانیهای خود همواره بر حق مردم برای تصمیم گرفتن درباره شکل نظام سیاسی آینده ایران که جمهوری مبتنی بر دموکراسی و یا پادشاهی پارلمانی باشد تأکید کرده است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.